با عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان عزیز و علاقمندان مضمون فیزیک. دوستان عزیز، خوش آمدید به بخش دیگری از سلسله درس های فیزیک و طوری که در جریان هستید. ما در جلسه درسی قبلی خازن، مفهوم خازن و همچنان خازن لوح‌های موازی را با هم مطالعه کردیم. ما در جلسه درسی قبلی گفته بودیم که خازن ها بر علاوه چارچه برقی میتونن انرژی برقی را هم در خود ذخیره کنن. حال میایم بحث انرژی ذخیره شده در خازن چارجدار را با هم دیگه مطالعه میکنیم. ببینید دوستان، در ادامه بحث انرژی خازن چارجدار، ما ترکیب خازن ها را که در دوره های برقی میتونن به صورت مسلسل یا موازی باشن با هم مورد بررسی قرار میدیم. خب دوستان عزیز، در این شکل دقت کنید، در دوره ها یا سرکت های برقی ما وسایل مختلفی را استفاده میکنیم و ترکیب های مختلفی را هم در اینجا استفاده میکنیم که ترکیب های ساده مسلسل و موازی هستند و ترکیب های مغلقی که از ترکیب مسلسل و موازی به وجود میان. خب این یک سرکت دوره برقی است و این وسایل سبز رنگ کوچکی را که در اینجا میبینید شکل استوانه ای دارن، نمونه ای از خازن ها در دوره های برقی هستند که ما امروز بحث انرژی خازن چارجدار را با هم مطالعه میکنیم. ببینید دوستان، در بحث انرژی خازن چارجدار میگیم خازن ها بر علاوه چارج میتوانند انرژی را نیز در خود ذخیره کنند. زمانی که یک خازن را به یک بیتری وصل کنیم، انرژی کیمیاوی بیتری در خازن به شکل انرژی پتانسیل برقی ذخیره میگردد. مقدار انرژی پتانسیل ذخیره شده را در یک خازن طور ذیل می توانیم محاسبه کنیم. ببینید دوستان عزیز، رابطه ای که در بحث انرژی ذخیره شده خازن وجود دارد به صورت عموم به این شکل است: U مساوی میشه با 1/2 Q ضرب V. اما ما میتونیم با استفاده از این رابطه و فرمول عمومی ظرفیت خازن ها دو رابطه دیگر هم برای ظرفیت خازن ها دریافت کنیم برای انرژی خازن. حال این روابط را در اینجا برای شما نوشته میکنیم تا بحث براتان واضح تر شود. ببینید دوستان، ما فرمول عمومی که برای انرژی خازن داریم به این شکل است: U مساوی میشه به 1/2 Q ضرب V. U انرژی خازن هست، انرژی. Q چارچ خازن هست، چارچ. و V پتانسیل یا ولتاژ خازن هست. خب این رابطه عمومی انرژی خازن. حال ما با استفاده از فرمول ظرفیت خازن که C مساوی به Q بر V هست، در صورتی که رابطه را طرفین و وسطین کنیم، Q مساوی به C ضرب V دریافت میشه. دوستان، حال اگر ما در رابطه اصلی در جای Q C ضرب V را وضع کنیم، به نظر شما رابطه U کدام شکل را میگیره؟ آفرین، 1/2 C ضرب V مربع. یعنی در جای Q C V را میمانیم، C در حالت خود میمانه و V ضرب V، V مربع میشه. این رابطه دوم از انرژی ذخیره شده خازن ها است. رابطه بعدی، اگر ما باز هم در فرمول ظرفیت خازن C مساوی به Q بر V، این بار جای V و C را تغییر بدیم، V برابر میشه به نسبت Q بر C. و در رابطه اصلی در جای V این بار قیمت Q بر C را وضع کنیم، به نظر شما این دفعه رابطه کدام شکل به خود میگیرم؟ در جای V Q بر C را وضع میکنیم. آفرین، انرژی برابر میشه به 1/2 Q مربع بر C. خب دوستان عزیز، این میشه سه رابطه انرژی خازن چارجدار. اگر ما در سوال چارج و ولتاژ را داشته باشیم، به نظر شما از کدام یکی از این سه رابطه استفاده میکنیم؟ آفرین دوستان، از رابطه اولی استفاده میکنیم، چون چارج و ولتاژ در بین از این سه رابطه هر دویشان در رابطه اول شامل است. به همین شکل اگر ظرفیت و ولتاژ را داشته باشیم رابطه دوم، و اگر چارج و ظرفیت را داشته باشیم رابطه سوم را استفاده میکنیم. حال ما هر سه از این روابط را در روی سلاید برای شما نشان میدیم. ببینید، رابطه اصلی U برابر به 1/2 Q ضرب V است.
اگر ماده جای کیو سی وی را بانیم میشه یک بر دوی سی وی مربع، و اگر در جای وی ما کیوی بر سی را بانیم در نتیجه انرژی برابر میشه و یک بر دوی کیو مربع بر سی. ای از فرمول انرژی ذخیره شده در خازن. حال با هم مثال کار میکنیم ببینیم این انرژی را چه قسمی میتونیم محاسبه کنیم. ببینید در مثال اول، خازنی را که دارای ظرفیت 6 مایکروفاراد است با ولتاژ 200 ولت وصل میکنیم. چارج و انرژی ذخیره شده در خازن حساب کنید. ببینید کمیت های شامل در سوال را در اینجا لیست میکنیم. در اولین مثال برای ما گفته شده ظرفیت خازن برابر است به 6 مایکروفاراد و مقدار ولتاژ خازن برابر است به 200 ولت. شما انرژی ذخیره شده در این خازن را دریافت کنید. شما میفهمید که ما 200 ولت را به صورت علمی میتونیم 2 ضرب 2 ولت نوشته کنیم. حال به نظر شما ما به خاطر حل این سوال از کدام یکی از این سه رابطه میتونیم استفاده کنیم؟ آفرین، ما از رابطه دوم استفاده میکنیم. چرا؟ چون در سوال برای ما ظرفیت و ولتاژ داده شده و تنها رابطه ای که انرژی را از جنس ظرفیت و ولتاژ تعیین میکنه رابطه دومی هست. پس فرمول نوشته میکنیم U برابر میشه 1/2 سی ضرب وی مربع. قیمت گذاری میشه U مساوی میشه 1/2 ظرفیت 6 مایکروفاراد است، یعنی 6 ضرب 10^-6 و فاراد هم که میشه نسبت کولمب بر ولت. ضرب مربع ولتاژ 2^4 و 10^2 / 10^4 و واحد ولت مربع میشه. ما اگر مربع ولتاژ را با ولتاژ مخرج اختصار کنیم و در نتیجه یو را مساوی قرار بدیم به 4 × 2 = 2 / 6 = 12. ضرب -6 + -4 = -2 و در قسمت واحدات دقت کنید ما کولم را ضرب میکنیم در ولت که ولت میشه نسبت جول بر کولم. اگر کولم با کولم اختصار شود انرژی ذخیره شده در خازن برابر می شود. ما اگر -2 را حذف کنیم 2 خانه اشاری به طرف چپ انتقال می دیم که حاصل می شه 0.12 و واحدی که برای انرژی باقی می مانه جول است. یعنی مقدار انرژی که در این خازن چارجدار ذخیره شده برابر است به 0.12 جول. که البته این مقدار انرژی نظر به عوامل مختلف ظرفیت خازن، چارج و ولتاژ میتونه تغییر کنه، یعنی برای تمام خازن ها ثابت نیست. در قسمت مثال بعدی یک مثال را از این قسمت شما کارخانگی داشته باشید و از طریق رابطه هایی که براتون دادیم سوال را کار کنید. اگر چارج ذخیره شده در یک خازن مسطح 6 میلی کولم و ظرفیت این خازن 5 میلی فاراد باشد، انرژی ذخیره شده در خازن برابر به چند میشه؟ کمیت ها رو لیست کنید. مقدار چارج ذخیره شده 6 میلی کولم و مقدار ظرفیت خازن 5 میلی فاراد هست. از ما و شما مقدار انرژی ذخیره شده در خازن خواسته شده. خب دوستان، حال میریم یک ویدیوی بسیار کوتاه را از میخانیکیت کار یک سرکت با هم دیگه میبینیم با معذرت در میخانیکیت کار یک خازن با هم میبینیم تا ببینیم خازن چه قسمی کار میکنه. و طوری که جلسه قبلی هم گفتیم تفاوت یک خازن با یک بیتری ای است که بیتری ها پروسه آزادسازی انرژی از اونا کمی زمانگیر است، اما در خازن ها پروسه آزادسازی انرژی یا چارج ها بسیار به سهولت انجام میشه. خب حالا یک ویدیوی کوتاه رو با هم میبینیم تا بحث استفاده از خازن را در دوره های برقی بهتر بفهم. خب دوستان عزیز، در این ویدیوی کوتاهی که ما از میخانیکیت کار یک خازن با هم میبینیم یک دوره بسیار کوچک برقی را با یک موتور، یک خازن و یک بیتری دیده میتونیم. تا زمانی که خازن بدون چارج باشه در او خازن چارج های مثبت و منفی با هم دیگه مساوی هستند و در نتیجه در بین خازن به صورت متجانس توزیع میشن. اما در بیتری ها نظر به انرژی کیمیاوی که وجود دارد چارج های مثبت در یک سمت و چارج های منفی در سمت مقابل است. حال اگر ما خازن را برداریم
و این موتور را به صورت مستقیم با بیتری وصل کنیم، در اثر جریان چارچ ها که همراه خود انرژی را به داخل موتور میارن، موتور میتونه وزنه ای که روی سطح میز قرار داره را از جایش بلند کنه. ما بسیار زود این دوره را قطع میکنیم. بار دیگه ما خازن را در وسط از این دوره قرار میتیم. خب در این خازن در ابتدا تعداد چارچ های مثبت و منفی در دو قطب با هم به صورت مساوی و متجانس توزیع شدن. حال اگر ما این خازن را که تعداد چارچ های مثبت و منفیش با هم دیگه برابر هستن به بیتری وصل کنیم، ابتدا ما این خازن را به بیتری وصل میکنیم، چارچ ها یا انرژی برقی از داخل خازن انتقال از داخل بیتری انتقال پیدا میکنن به داخل خازن و بسیار سریع خازن را میتونیم در مدت بسیار کم چارج دار بسازیم. ببینید الکترون ها یا چارچ های منفی میاند داخل خازن، چارچ های منفی چارچ مثبت خازن را به سمت خود جذب میکنه و چارچ منفی خازن را از خود دفع میکنه و در نتیجه این خازن به دو قطب مثبت و منفی یا دو پلیت مثبت و منفی تجزیه میشه. در این حالت گفته میتونیم خازن پر از انرژی شده. اگر ما دوره را از خازن قطع کنیم، زمانی که خازن پر از انرژی میشه، دوره را از خازن قطع کنیم و این دوره را بیاریم به موتور وصل کنیم، دقیقاً اونمو کاری را که بیتری انجام میداد خازن هم انجام میده، اما در یک زمان بسیار کوتاه. ببینید الکترون ها بسیار سریع حرکت میکنن و موتور را فعال میسازن تا موتور بتونه وسیله یا وزنه ای که به او وصل است را به سمت بالا هدایت کنه و این پروسه هم تا زمانی صورت میگیره که تمام چارچ ها از داخل خازن تخلیه شوند و باز هم خازن حالت خنثی را به خود بگیره. خب ما این پروسه را میتونیم به صورت دوامدار در یک دوره برقی انجام بدیم و در صورت که ما هم خازن و هم موتور را به بیتری وصل کنیم، همزمان هم میتونیم موتور را فعال داشته باشیم و هم میتونیم خازن را پر از چارج یا پر از انرژی بسازیم که با قطع شدن جریان در دوره برقی در یک مدت در مدت بسیار کم، مثلا 2 ثانیه یا 3 ثانیه، موتور میتونه بعد از قطع شدن برق هم به کار خود ادامه بده. خب ای بود از میخانیکیت کار یک خازن در یک دوره برقی. امیدوار هستم که از روی این ویدیو میخانیکیت کار خازن را بهتر یاد گرفته باشید. خب دوستان در سلاید بعدی ما بحث اتصال یا ترکیب خازن ها را با هم مطالعه میکنیم. ببینید دوستان در بحث ترکیب خازن ها ما چند نکته بسیار اساسی را در این موضوع براتون میگیم. هدف از ترکیب یا اتصال خازن ها به دست آوردن ظرفیت معین و مورد نیاز است که قابل دسترس نباشه. مثلا ما در دسترس خازن هایی به ظرفیت 10 مایکروفاراد را داریم، اما در دوره برقی خازنی با ظرفیت 2.5 مایکروفاراد را نیاز داریم. پس در این صورت ما 4 تا خازن 10 را به صورت مسلسل با هم ترکیب میکنیم تا ظرفیت معادلشان برابر شود به 2.5 مایکروفاراد. یا اگر ما فرض مثال اگر نیاز داشته باشیم در دوره برقی به یک ظرفیت به اندازه 15 مایکروفاراد، اما ما فقط ظرفیت های 2 مایکروفاراد و 1 مایکروفاراد را در اختیار داشته باشیم، در صورت مجبور هستیم 7 تا ظرفیت 2 مایکروفاراد را با یک ظرفیت 1 مایکروفاراد به صورت موازی با هم ترکیب کنیم تا ظرفیت معادلشان برابر به 15 مایکروفاراد شود. خب دوستان عزیز، اما به صورت عموم ما 2 نوع ترکیب را در دوره های برقی بر خازن ها داریم. ابتدا ترکیب موازی. ببینید ترکیب موازی طوری صورت میگیره که هر کدام از خازن ها دارای لین ها یا حادی های جداگانه باشن و به صورت مستقل با بیتری وصل باشن، طوری که اگر یکی از خازن ها بسوزه یا ایرقت بسازیم به جریان متباقی خازن ها آسیب نرسانه. چرا؟ چون هر کدام از این خازن ها به صورت مستقل با بیتری وصل هستند. ولی ما در این ترکیب 2 خازن را قطع کنیم، خازن سومی میتونه به فعالیت خود ادامه بده. چرا؟ چون جریان میتونه به صورت مستقیم از طریق حادی ها به خازن سوم انتقال پیدا کنه. اما در صورت که ترکیب به صورت مسلسل باشه، ترکیب طوری است که تمام از این خازن ها در امتداد 1 لاین یا 1 حادی وصل هستند که اگر ما یکی از
خازنها را از دوره خارج کنیم یا این خازن بسوزه یا به هر دلیلی قطع شوه، جریان به متباقی دوره انتقال پیدا نمی کنه و در نتیجه خازنهای بعدی هم فعالیت انجام داده نمی دانند. خب این بود مفهوم ترکیب‌های مسلسل و موازی. حال میریم سراغ مشخصات این ترکیب‌ها. ابتدا ما ترکیب موازی خازنها را با هم مطالعه میکنیم. دقت کنید، در این نوع ترکیب قطع جریان در یکی از خازنها به جریان متباقی خازنها آسیب نمیرساند، طوری که پیشتر هم گفتیم. در این ترکیب ولتاژ در دوره ثابت هست. چرا؟ چون تمام از این خازنها به صورت مستقل با منبع ولتاژ یا بیتری وصل هستند. اما در ترکیب موازی چارچ ذخیره شده در خازن نظر به ظرفیت آنها متفاوت است، که معمولا ظرفیت بیشتر چارچ بیشتر و ظرفیت کمتر چارچ کمتر را در خود ذخیره میکنه. می توانیم چارچ مجموعی را در ترکیب موازی از حاصل جمع چارچ های هر خازن دریافت کنیم و ظرفیت معادل که در این نوع ترکیب بلند است از حاصل جمع مستقیم ظرفیت ها دریافت میشه. این شکل ترکیب موازی است. تمام خازنها به صورت مستقل با بیتری وصل هستند، که اگر ما تمام از اینا را پس کنیم و در جایشان یک ظرفیت معادل را قرار بدیم، ظرفیت معادل یعنی ظرفیت که میتونه کار تمام خازنهای دوره را همزمان انجام بده. مقدار چارچ مجموعی از این ظرفیت معادل از حاصل جمع چارچ ها و ظرفیت معادل از حاصل جمع ظرفیت ها دریافت میشه. در نتیجه ما گفته میتونیم در اتصال موازی خازنها سه مشخصه بسیار مهم وجود داره. ولتاژ در تمام دوره ثابت هست. اگر ولتاژ خازن اول 10 میکروفاراد باشه، ولتاژ خازن دوم و سوم هم 10 میکروفاراد هست. چارچ در دوره تقسیم میشه، که ما چارچ مجموعی را از حاصل جمع چارچ ها میتونیم دریافت کنیم و ظرفیت معادل از حاصل جمع مستقیم ظرفیت ها دریافت میشه. به همین دلیل میگیم در ترکیب موازی ظرفیت معادل بلند است. حال میایم در بحث اتصال یا ترکیب مسلسل خازنها. در این نوع ترکیب با قطع شدن جریان در یکی از خازنها، جریان متباقی خازنها نیز قطع میگردد، طوری که برای شما نشان دادیم. در این نوع ترکیب برخلاف ترکیب موازی چارج در دوره ثابت است، اما در ترکیب مسلسل ولتاژ انجام های هر خازن نظر به ظرفیت آنها متفاوت است. معمولا ظرفیت کم ولتاژ زیاد و ظرفیت زیاد ولتاژ کم را میگیره. چرا؟ چون رابطه بین ظرفیت و ولتاژ برعکس است. ولتاژ مجموعی را در ترکیب مسلسل میتونیم از مجموع ولتاژ ها دریافت کنیم و همچنان ظرفیت معادل که در این نوع ترکیب پایین است از حاصل جمع برعکس ظرفیت ها دریافت میشه. این شکلی که در اینجا شما میبینید شکل ترکیب مسلسل هست. تمام خازنها در امتداد یک حادی، که اگر ما تمام از اینا را کنار بانیم میتونیم از یک خازن معادل استفاده کنیم، که این خازن معادل همزمان میتونه خاصیت تمام خازنهایی که در دوره وصل شدن را داشته باشه. و ما سه مشخصه را باز هم در ترکیب مسلسل مشابه ترکیب موازی داریم. در موازی ولتاژ ثابت بود، اما در مسلسل چارج ثابت است. در موازی چارج تقسیم می شد، اما در مسلسل ولتاژ تقسیم می شه، که ولتاژ مجموعی را از حاصل جمع ولتاژ ها می تانیم دریافت کنیم. و در اخیر ظرفیت معادل که در اینجا قیمت پایین تر را داره از حاصل جمع برعکس ظرفیت ها دریافت می شه. خب دوستان عزیز، ای بود از موضوعات ناب ای جلسه درسی در بحث فیزیک برق ساکن. یک بار دیگه موضوعات رو به صورت خلاصه تکرار میکنیم. ببینید، خازنها بر علاوهی که چارج در خود ذخیره میکنن میتونن انرژی برقی رو هم در خود ذخیره کنن، که ما سه رابطه رو در بحث انرژی خازن چارجدار برای شما دوستا گفتیم. و بعد از او هم ما و شما میتونیم دو نوع ترکیب برای خازنها داشته باشیم، یا خازنها را به صورت موازی ترکیب کنیم یا به صورت مسلسل، که خاصیت های ترکیب مسلسل و موازی را برای شما دوستان ارائه کنیم. خب دوستان، تا دیدار بعد که در بحث مثال های ترکیب خازن در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.